حکمت شماره 9 می‌فرماید اذا اقبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وقتی که دنیا به کسی روی می آورد، خوبی های دیگران رو هم به آریه به اون شخص میده. وقتی هم دنیا به کسی پشت میکنه، خوبی های خودش هم ازش میگیره، حتی اون محاسنش رو هم ازش میگیره. اینجا چند تا نکته قابل توجه هست. یک نکته این که خب دنیا چه کاره که این کارا رو بکنه، یا مثلا روزگار یا دهر یا چیز از این قبیل. و نکته دوم این که حضرت چی میخواد بفرماید؟ میخواد این کار تقبیح بکنه یا میخواد تعریف کنه از این که میگه که وقتی دنیا به کسی روی آور میشه، خوبی های دیگران هم به حساب او میذاره. حالا از باب شوخی عرض میکنم، پروژه که مثلا 8 سال پیش 7 سال پیش شروع شده، حالا امروز مثلا به حساب دیگری گذاشته میشه. یا مثلا پروژه که قبلا هم افتتاح شده الان چی میشه؟ دوباره افتتاح میشه. خب محاسن دیگران به حساب دیگری گذاشته میشه. ما بحث سیاسی نمی کنیم، اما گاهی به من مثال بد نیست که مطلب روشن بشه. واقعا خوبی های دیگران هم به حساب اون طرف میذاره دنیا، یا دنیا داران. از اون طرف وقتی هم که روزگار به انسان پشت میکنه، محاسنش رو هم ازش میگیره. مثلا فرض کن آدم سخی رو میگن که عجب آدم ریاکاریست، آدم نمازخون رو میگن عجب آدم خرمقدسیست. مثلا خلاصه هر کدوم از اینا چیکار میکنن؟ هر حسنش رو به عنوان عیب نفی میکنن ازش. این کار دنیا و روزگار اینجوریست. پاسخ این سوالی که عرض کردم اینه که نه، حضرت نمیخواد تعریف کنه، میخواد بگین از بدیهای دنیا اینه، از بیوفایهای دنیا اینه که عرض کنم که عدل و مراعات نمیکنه. اگر بناس حسنی به کسی نسبت داده بشه، باید مال خودش باشه، نه حسن دیگران رو ازشون بگیریم به دیگران نسبت بدیم، این ظلمه. اگر بناس بدی از کسی گفته بشه، باید بد باشه، نه خوبی شما ازش بگیریم بدی کنیم. پس تعریف دنیا نیست، تعریف روزگار نیست، مذمت روزگاره. که ببین روزگار چیکار داره میکنه. روزگار وقتی که از انسان برمیگرده اینجوری میشه، یعنی در واقع این تک بیتی های صاحب تبریزی خیلی لطیفه. میگه روزگار استان که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. قانون دنیا اینجوریست، قانون دنیا اینجوریست. همون دنیای مذمومه، همون دنیای ملعونه هست که حقایق رو وارونه جلوه میده. آیا دنیا چنین قدرتی رو داره؟ خب طبعش همینه، دنیا که بد رفتار کنه، دنیا وضعش اینجوریست. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید دل به دنیا نبندیم، نه به خوبیش دل ببندیم، نه زمانی که اقبال داره خیلی خوشحال بشیم، نه زمانی که ادبار داره خیلی ناراحت بشیم. این همون معنای چیه؟ همون معنای چی؟ زهده. زهده که دو همین نقشه بالا خوندیم که حضرت فرمودن همه زهد تو این دو کلمه قرآن جمع شده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. دنیا اینجوریست،
نه از اقبالش مغرور بشیم و سرمست، نه از ادبارش محزون بشیم و غمگین. خیلی خوب، سوالایی که مطرح کردم جواب داده شد. نه خوشحالی طبیعی نداره، فقط اون که انسان دل نبنده بهش، بس دل بستن و یا نه انسان یه طبیعتی داره، کن طبیعت رو که نمیشه از انسان گرفت، اون طبیعی است و عیبی هم نداره، نگرانی هم نداره، که طبیعی است اشکالی نداره و نگرانی هم نداره. نه طبیعت دنیا اینه، ذات دنیا اینه. مثلا مار، ذات مار چیه؟ زهر داره. ذات دنیا اینه، مثلا دنیا حقیقتش همینه.